یو چطوریم بچه ها؟ من تا پلیزم و خیلی خوش اومدید به پارت ششم سری هارتس آف آیرونمون. بچه ها باورم نمیشه 6 تا پارت از این بازی گذاشتیم و هنوز هیچ کاری نکردیم و با این حساب مطمئنن سری طولانی خواهیم داشت، ولی ازتون میخوام که از این سری بچه رو حمایت کنید تا پارت های بعدی خفن و خفنتر بشن. به طور کلی اینو بهتون بگم بچه، اگه حمایت از ویدیوها بالاتر بره من میتونم ادیتور بگیرم و اون زمان ویدیوهامون خیلی خفنتر میشه، ولی خب الان درآمد من از یوتیوب اندازه درآمد یه ادیتور نیست، یعنی اگه بخوام ادیتور بگیرم دخل و خرج نمیخونه، اصلا نمیتونم پولشو بدم. پس با این حساب ازتون میخوام که حمایت کنید تا ادیتور داشته باشیم، ویدیوهامون خفنتر بشه، کیفیتش بره بالاتر و اون موقع هم شما لذت میبرید و هم کار من راحت‌تر میشه، میتونم زود واسهتون ویدیو بذارم. ولی از اینا که بگذریم بچه ها، الان در سال 1963 هستیم و توی پارت قبلی عراق رو زدیم، عربستان رو زدیم و کویت. بچه کویت از اشغال بریتانیا، که نه اشغال که نه، ولی از پاپتی بریتانیا آزاد شد و توی این پارت 100% کویت رو خواهیم زد، ولی کشورهای اینجا هنوز به اون صورت استقلال پیدا نکردن که پیدا بکنن، تک به تک اینا رو هم میزنیم. ولی توی این پارت بچه 100% کویت رو میزنیم، اردن رو هم میتونیم بزنیم، پاپت جایی نیست و زدن اردن چی میشه؟ اورشلیم رو به ما میده که نه، اورشلیم متاسفانه دست اسرائیله، ولی خب ما رو به اسرائیل خیلی نزدیکتر میکنه. پس توی این پارت ما کویت رو میزنیم، اردن رو هم میزنیم، سوریه اگر از اتحاد عرب خارج بشه سوریه رو هم میزنیم و از اون ور در جنگ یمن هم نمیدونم چه کاری انجام بدیم، ولی خب حواسمون دورادور به این جنگ هست. اول از هر چیزی من یکی از کاماندرها رو اعزام میکنم به مرز اردن، اون یکی کاماندر رو اعزام میکنم به مرز کویت. و بچه ها من بعد از 3 سال تازه دیروز فهمیدم که ایشون حسن آرفانیست، حسن ارفعه. و میدونید از کجا فهمیدم؟ خیلی رندوم رفتم گوگل سرچ کردم و دیدم ارفعه، این ارفع. واقعا متاسفم بابت این همه اشتباه در این همه زمان، ولی خب دیگه اتفاقی بود که افتاد، ولی خب این به بعد اسمش رو درست سعی میکنیم بگیم. و این دوتا کاماندر رو من ست کردم، اینو باید خیلی سریع برسم به مرزهاشون. و چی؟ این کیه؟ اسرائیل اینجا نیرو داره؟ واسه ببینم این یمنی که اینجا میخواد بیاد این یمنو بگیره متحد اسرائیل، جان باسنشو من پاره میکنم، واسه ببینم. بله با اسرائیل روابط داره، کلن زیر اسرائیل. خب با این حساب ما میایم به این یکی یمن که داره باهاش میجنگه یه دونه امپرولیشن میزنیم، یه دونه ازش میلتری اکسس میگیریم که اکسپتم کرد، نایس. و از اون ور استارت انفلوزینگ نیشن رو هم میزنیم و از اون ور این یکی یمن بیشرف رو میایم چیکار میکنیم؟ تحریم میکنیم. خود اسرائیل رو هم از این لحظه به بعد تحریم میکنیم و دیگه جونم واسهتون بگه که یک مقدار هم لندلس باید به این یمنی که داره با این یمن میجنگه داشته باشیم. من نمیخوام زیاد خودم رو درگیر این جنگ بکنم، ولی فعلا از این یکی یمن ساپورت نظامی میکنم، ببینم خودش رو میتونه جمع جور بکنه یا نه. اینم از حمایت نظامی ما و امیدوارم خودش بزنه، امیدوارم خودش به تنهایی اینجا رو بزنه و نیاز به ساپورت ما نداشته باشه. البته ما ساپورتش میکنیم، ولی من نمیخوام خودم درگیر این جنگ بشم، اینجا نیرو بفرستم. میدونید من الان دوتا جنگ اینجا دارم و این دوتا رو اگر هندل بکنم خودش دیگه کار خیلی بزرگیه. ولی بچه از پارت قبلی به این ور من یک مقدار افریکورد بازی کردم و اینجاها رو بردم جلو، این فوکس های مربوط به بخش اکونومی رو انجام دادم که در نهایت از این بخش ما تونستیم یه دونه ریسرچ اسلات اگه اشتباه نکنم بگیریم و حالا یه سری کارخونه و بیلدینگ اسلات و اینجور چیزها هم بهمون داد، ولی خب چون جذابیتی نداشت اینا رو آف رکورد انجام دادم و
این بخش اینور هم هست بچه، ولی اینها مربوط به مسائل نظامی میشه گفت هستن. برای مثال بچه، این فوکس نیروهای گارد پادشاهی رو قوی تر میکنه که میریم انجامش بدیم، و از اون بر تمرین نیروها رو که کنسل نمیکنم، ولی از اون بر میام به اردن اعلام حمله میکنم، به کویت هم همینطور، کویت هم یه اعلان جنگ خیلی خوشیگل میکنیم. و الان روابطمون رو یک لحظه من چک بکنم که هولی، روابطمون به شدت با کشورهای دنیا شکرابه، با هند، با ترکیه، با فرانسه، آلمان، سوئد و حتی یک سری از کشورهای امریکای جنوبی و حتی با خود امریکا هم روابطمون شکراب پشمام. خاطر جنگهایی که بچه انجام میدیم یکم کشورهای دنیا از ما بدشون اومده انگار. ولی خب من از گزینه پرولیشن استفاده میکنم برای این مورد تا یک مقدار بتونم روابطم رو با این کشورها خوب کنم، که خدا رو شکر روابطمون با بریتانیا خوبه. با بریتانیا اوضاعمون خوبه. ولی از اون ور بچه، من دیگه از اینجای کار به بعد تمرین نیروها رو کنسل میکنم. اینجا رو هم یه چک میکنم ببینم چی شد که جنگ رو تموم کردید. نه، جنگ هنوز هست ولی دیگه با هم دیگه نمی جنگه. خیلی خیلی موضوع عجیب و جالبیه. و از اون ور بچه ها، ما الان بعد از بخش کانسترکشن یک سری بیلد بسازیم. که چی بسازیم؟ بذارید بخش ترید رو چک بکنم. الان همه چیز به حد کافی داریم، ولی آلومینیوم کم داریم، که برای داشتن آلومینیوم باید یه سری از این بیلدها رو بسازیم که به نظر من بهتره که نسازیم و به جای همه اینها بریم سراغ لندفورت. چرا که نه؟ من توی شمال کشور، یعنی توی مرز شوروی، میزنم لندفورت مکس ساخته بشه بچه. این مورد در صورت جنگ احتمالی با شوروی خیلی به کارمون میاد، و اگر این لندفورت ها ساخته بشن شوروی تو خوابش هم دیگه نمیتونه به خاکمون نفوذ کنه. از این بابت دیگه اون موقع میتونیم مطمئن باشیم. ولی خب بچه، ساخته شدن اینها زمان زیادی قرار از ما ببره، و دخل و خرج رو هم یه چک ریز بکنم. 188 درآمد، 93 هزینه، که با این حساب بودجه ارتش رو ما میتونیم ببریم بالاتر، که خود بازی اجازه بهمون نمیده. چرا اجازه نمیده؟ احتمالاً چون توی جنگی. پس با این حساب بعد جنگ این کار رو حتما انجام میدیم. و بچه، اون کروزرهایی که توی پارت قبلی زده بودم ساخته شدن و الان 99 تا کروزر داریم. با این حساب میتونیم نیروی دریاییمون رو بکشیم بیرون. چرا که نه؟ من کل کروزرهامون رو میزنم روی خلیج فارس ست بشن و حواسشون به این مناطق باشه. و از اون ور تولیدات نظامیمون رو هم حالا باید بالاتر ببریم. ولی بچه، قبل اینکه جنگمون شروع بشه من باید خیلی سریع به نیروهای اینجا استراتژی جنگی بدم که این از این، و توی کویت هم من باید یه استراتژی جنگی کوچولو اینجا اینطوری بکشم. اینم از استراتژی کویت. و در نهایت بچه، اوضاع خیلی خوب به نظر میاد. فوکسمون هم انجام شد. خیلی سریع میریم سراغ فوکس بعدی، که این هم میاد نیروی هوایی پادشاهی رو تقویت میکنه، که خوبه، همشون خوبن، همشون. من یکم سرعت بازی رو بچه‌ها میبرم بالاتر تا سریعتر زمان جنگمون برسه، و از اون بر میام سراغ ریسرچ هامون تا یک مقدار هم ریسرچ ها رو جلوتر ببریم، که ریسرچ خاصی هم به اون صورت به چشمم نمیخوره متاسفانه. به نظرم منطقی ترین ریسرچ هایی که میتونیم انجام بدیم همین ریسرچ ها هستن، که اینها رو هم نمیتونیم انجام بدیم. نایس، روزگار خیلی عجیبیه. پس با این حساب باید بریم سراغ ریسرچ های آرتلری، چون اوزامو از لحاظ آرتلری خیلی بده، و من توی این پارت یک مقدار هم قصد دارم که اوزای ارتش رو بهتر کنم و نیروهای خاص خودمون رو بسازم، که برای اون موضوع ما نیاز به آرتلری و اینجور قضایی خواهیم داشت، که از الان دیگه به نظر من باید ریسرچ اینا رو انجام بدیم، چون اوضاع اصلا خوب نیست. حالا من 4 تا ریسرچ بچه رو زدم انجام بشه، تا زمان جنگمون با اردن هم حدودن 150 روز باقی مونده، که تا اون زمان خیلی کارا میشه انجام داد و حتی ما میتونیم نیروهامون رو تمرین هم بدیم بچه ها. ولی من احساس میکنم از لحاظ لوجستیک
داریم به مشکل میخوریم که بله ما بچه متاسفانه با کمبود ATMG مواجهیم که با این حساب خیلی سریع باید بیایم و بزنیم تولید بشه. کمبود این یه مورد ممکنه خیلی برای ما مشکل ساز بشه، پس هرچه سریع تر باید کمبود رو رفع بکنیم. و در همین حین بچه من اوضاع سوپلی هاپای این دوتا منطقه رو یه چک بکنم، چون نیروهامون با کمبود سوپلی مواجهن. حالا من میام یه سری تراک به این سوپلی هاپا میدم تا مشکل جابجایی سلاح و اینجور غذایاشون حل بشه و امیدوارم واقعا هم حل بشه با این یه مورد. به شدت توی این مناطق کمبود سوپلی هاپ داریم، این از این، یعنی این یک موضوعیه که اصلا نمیشه از کنارش گذشت. ولی از اون ور هم اگه اینجا رو دقت کنید، نیروهامون از لحاظ سوپلی مشکل دارن که این خیلی بده. فوکسمون هم بچه انجام شد و جنگ یمن هم هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده، ولی ما بدون معطلی میایم نیروی دریایی شاهنشاهی رو هم تقویت میکنیم و اوضاع نگران کننده است. اوضاع خیلی نگران کننده است. چرا؟ چون من از بخش لوجستیک که کمبودی نمیبینم، ولی از اون ور نیروهایی که اینجا داریم با کمبود سلاح روبرو هستن که خب بی پدرا من چجوری سلاح برسونم به اینجا؟ خب سوپلی هاب هستی که اصولا بعد از طریق اون سلاح بیاد و به دست شما برسه. این کمبودی که این نیروها دارن رو من نمیتونم اصلا درک کنم. ولی خب چون جنگ بزرگی قرار نیست که اتفاق بیفته، این کمبودها چندان به چشم نمیان. به هر حال ما برتری داریم نسبت به اردن یا کویت، اینها رو خیلی راحت میتونیم بزنیم، حالا چه کمبود داشته باشیم چه نداشته باشیم برای ما فرقی نداره. و من یک لحظه منابع این دوتا کشور رو هم یه چک بکنم که ای جان، کویت که 150 واحد نفت داره و اردن هم که چیز خاصی نداره. اردن تقریبا هیچی نداره، صرفا یک موقعیت جغرافیاییه به نسبت خوبی داره که اگر اردن رو ما بتونیم بزنیم دسترسی خیلی خوبی میتونیم پیدا بکنیم به اسرائیل، که این خوبه. وگرنه از لحاظ منابع هیچ چیز خاصی اردن نداره و جنگ این دوتا یمن هم به هیچ سرانجامی نمیرسه لعنتی. خب چیکار میشه کرد؟ بیایم از بخش ریسرچ یک سری از ریسرچ ها رو دوباره ما جلوتر ببریم که خیلی هاشو نمیتونیم جلو ببریم متاسفانه، ولی خب من رندوم دارم انجام میدم دیگه ریسرچ ها رو بچه، کاملا رندوم هر ریسرچی که جلو چشم بیاد رو میذارم انجام بشه. چرا این کار رو میکنم؟ چون در آینده اینها مطمئنن به کار ما خواهند آمد. از بخش دیسیژن هم یک مقدار نفوذ امریکا رو در کشورمون بهتر که پایین تر بیاریم و هیچ چیز دیگه هم از این بخش برای ما وجود نداره. فوکسمون انجام شد، بدون معطلی بریم سراغ فوکس بعدی که مربوط هست به مدرنیزه کردن استیت آرسنال یا همون توپ یا همون آرتلری، همون توپ میشه دیگه، آرسنال میشه توپ، آرسنال میشه توپ جنگی و اینم مربوط به مدرنیزه کردن اون توپهای جنگی که خیلی هم خوب، بدون معطلی بریم انجامش بدیم. ولی بچه بعد این دوتا جنگ من مطمئنم میرم سراغ انقلاب سفید، شاه دوباره برگرده. شاه بونسای خیلی خوبی داشت، اگه برگرده خیلی خوب میتونه باشه. ولی موضوعی که هست، ما الان یا میتونیم با انقلاب سفید شاه رو برگردونیم و یا میتونیم بریم سراغ انتخابات سال 1963. اگر بریم سراغ انتخابات میتونیم جبهه ملی ایران رو روی کار بیاریم، یا میتونیم ساید مردم رو روی کار بیاریم، یا میتونیم نیو ایران پارتی ویکتوری رو بیاریم که اصلا این معلوم نیست کیه، این نیو ایران نمیدونم کیه دقیقا، ولی خب هر کدوم رو بیاریم با نسخه خاص خودش رو داره. بعد یه انتخابات دیگه سال 1967 داریم و یه انتخابات دیگه هم سال 1971. ولی خب ما انقلاب سفید رو اول انجام میدیم، بعد میایم سراغ این یکی ها که ممکنه همون انقلاب سفید کل این بخشا رو برای ما ببنده ها. این هم هست، واقعا این موضوع ریسک بزرگی، حالا امیدوارم اون اتفاق نیفته چون بونسای خیلی خوبی رو ما میتونیم از بخش انتخابات به دست بیاریم. ولی در هر صورت بچه 10 روز تا جنگمون با اسرائیل باقی مونده و من دیگه دستور حرکت نیروها رو صادر میکنم تا به محض اینکه تایم جنگ فرا رسید برم بالا سرش. فوکسمون هم که انجام شد، بریم سراغ فوکس نظامی بعدی که فعلا من دارم بچه روی فوکس های مربوط بابا چتونه
میگفتم فعلا دارم روی فوکس های مربوط به نیروی زمینی کار میکنم، بعدا سراغ این یکی فوکس ها هم میریم، ولی الان موقعیتیه که آن رسید. ایوان این از این، این از دکلروار کانکوئر سنت، لیتس گو. آیا نعمت الله نمیخوای بزنی؟ نمیخوای واقعا قصد حمله نداری؟ جنگه چرا اینطوریه بچه؟ اولا من به نیروها دستور حمله دادم، کماندر اجرا نکرد دستور رو، دستی الان نیروها رو فرستادم جلو، خیلی هم ایزی داریم جلو میریم، ولی واقعا زشته. این چه وضعیتیه؟ واقعا جنگ زشتیه دایی جان. این دو واحد با ببلت بازی نکن، برو جلو. پنج واحد اینو بزن، چهار واحد برو جلو. نیروهای اینور غرب برید از اینجا تو. تو دو واحد چه گویی داری میخوری یا رف رسید؟ آقا برو تو پایتختشو بگی تموم بشه دیگه. آها دو واحد نیرو اینجا، ریسرچمون هم که انجام شد بابا. اوکی بچه، انتخابات سال 1963 از راه رسید و الان ما باید یک حزبی رو برنده انتخابات اعلام کنیم دیگه، یک حزبی رو باید انتخاب بکنیم که ما اینجا پیپل پارتی ویکتوری داریم، نشنال فرانت ویکتوری داریم و از این ور نیو ایران پارتی رو داریم. نیو ایران پارتی که نمیدونم کی هستن، خب پیپل پارتی هم نمیدونم کیه، این نشنال پارتی میدونم که مصدقه، خب و ما باهاش کاری نداریم دیگه. مصدق الان 10 سال روی کاره دیگه، بره استراحت. الان بین پیپل پارتی و از این ور نیو پارتی، نیو ایران پارتی، خب کدوم رو بیاریم روی کار؟ بونسای کدوم یکی بهتره؟ نیو ایران پارتی یکم خوبه، برای مثال اوربان دیولوپمنت داره، شهرها رو بهتر میکنه، کراس آرمز ساپورت داره، فارم سوبسید داره، یا از اون ور اینجا از دانش آموزا حمایت میکنه و خوبه. ولی از اون ور پیپل پارتی برای مثال گزینه ریورس ده حجاب بند رو داره، یا از اون ور ساپورت ده امام رو داره، و در نهایت هم فری مارکت کاپیتالیزم داره. و دیگه عرضم به حضورتون که به نظر من این وسط کار منطقی برای ما چی میتونه باشه؟ چی میتونه این وسط کار منطقی چی میتونه باشه؟ مصدق رو که نمیخوایم. از این ور نیو ایران پارتی هم چیز خاصی نمیده، میدونید چیز خاص چندانی نمیده. یه دونه اینجا پیپل پارتی ویکتوریو داریم که به نظر من بد نیست فعلا روی این انتخابات این مورد بیاد روی کار تا مردم یکم عشق کنن، تا بعدن دقیق ببینیم چه اتفاقی میتونه بیفته. ولی بدون معطلی برگردیم سراغ جنگمون و این اردن رو بزنیم بگیریم تموم شه بره. ببین نیروها رسیدن پایتختش رو، همینجا بغله گوش پایتختشن، بزنن تمومه. ولی خب حیف که وایستادن رو دارن با ببلشون بازی میکنن. برو جلو بابا. آه اینم از پایتختش، اینم از پایتختش. پایتخت جدیدش رو کجا گذاشت؟ که هولی برده اون ور رود. یا اوکی این موضوع رو من الان با یک استراتژی جدید حل میکنم. آقا برو جلو ببینم، این سه واحد بره اینجا، شما برید اینجا، دو واحد برو اینجا، تو هم بیا ساپورتش، ما شاسکولای اسکل هم برید اینجا، و در نهایت نیروهایی که توی شمال اردن هست برید پایتخت آخرش هم بگیرید. اسکولا برید آقا برید. آه رسیدی، آه رسیدی، رسیدی داداش رسیدی، برو ببینم. و پشمان بچه پایتختشون رو یه طوری محاصره کردیم که توی خواب هم نمیدیدن، و همین الاناست که دیگه سقوط کنن، که سقوط کرده پایتختشون، فقط آوردن روی این یکی شهر، که این رو هم خیلی سریع باید نیروهای ما بگیرنش و کار رو تموم بکنن. آقا کار رو باید تموم بکنن هر طوری که هست. آقا این شهر رو بگیرید، مادابای چی اسمش، سریعتر بگیریدش. و از اون ور جنگمون با کویت رو هم یه چک بکنن که حدودن 5 روز دیگه زمان جنگمون میرسه، و تو این 5 روز من واقعا امیدوارم کار اردن رو تموم کرده باشیم، که اردن واقعا مقاومت خیلی خوبی داره خودش نشون میده. و باگ اصلی قضیه هم اینجاست بچه، ولی متاسفانه جنگ اردن رو نتونستیم تموم بکنیم، ولی هیچ عیبی نداره، میریم سراغ جنگ با کویت. گزینه دکلروار کانکوئر و لتس گو، بریم سراغ کویت. آقا آیه حسن عرفه برو جلو ببینم، ببینید کویت چقدر بچه خوبی بود بچه، خودش خودشو فکر کنم بچه خلع سلاح کرده بود بیچاره،
خودش رو خل اصلاح کرده بود که دیگه اصلا کاری نداشته باشه. تموم شد کویت، تموم شد نیروها باید برن اینجا. کویت تسلیم شد و سلکت آلش رو میزنیم و میاییم بیرون و برمیگردیم سراغ اردن. کویت خیلی ضعیف بود، خیلی زود تسلیم شد. ولی سر اردن بچه مشکلی که هست، اینا خب ساپورت اسرائیل رو دارن، چون اسرائیل اینو میدونه دیگه. به هر حال اگر اردن بیفته دست ایران، ایران قراره که دهنشو سرویس کنه. سر این موضوع اردن ساپورت اسرائیل رو داره، ولی خب در هر صورت هم داره شکست میخوره. یعنی ما اگر این شهر رو بگیریم که الان میگیریمش، جنگ به پایان میرسه. یه دونه شهر دیگرش هم اینجا باقی مونده که به نظر من باید روی این هم فشار بیاریم و سریعتر کارش رو تموم بکنیم. ولی در هر صورت جنگ اردن هم تمام شده است، مطمئن باشید. ملتری نتورک اکسپنشنمون هم اپگرید شده. بریم سراغ فوکس ها که چه فوکسی انجام بدیم. بذارید ببینم، اوه اون چیزایی که پارت قبلی زده بودم الان دارن اوکی میشن. اوکی آقا بریم سراغ فوکس های مربوط به حزب که واسه بینم. آقا اردن تسلیم شد، خیلی هم خوب. یه لحظه کامفور بیا بیرون. این مصدق چرا هنوز رو کاره؟ مصدق مگه رهبره حزبه؟ چه بدونم اون نشنالیزم نبود، چرا هنوز مصدقه؟ یه حزب دیگه کلن برنده شد. واقعا انسان عجیبیه مصدق. ولی در هر صورت بچه جنگمون با چیز چی شد؟ کندی اساسینزیشن. اوه این کندی میمیره، وای بچه. من سنم که کم بود، بچه که بودم، مثلا کیو بهتون بگم، 12 سال پیش شاید یه کامپیوتر داشتم. اون کامپیوتر چند تا گیم بود، چند تا گیم افتضاح در بداغون. یکی از اون گیم ها یک گیمی بود که باید توش این کندی رو ترور میکردی. خب یعنی بالای برجی بودی، کندی با ماشینش میومد، رد میشد و میزدیش. اون زمان اصلا سواد من قد نمیداد که این یارو کیه، من چرا باید بزنمش، کی به کی اصلا. یه وضعیت عجیب غریبی بود، یه گیم بلشتی هم بود که بیا و ببین. ولی هر وقت این کندی رو میبینم یادمون میافتم من. ولی گذشته از همه این موضوعات بچه ها، ما دوتا جنگ انجام دادیم و یمن عرب ریپابلیک هم خیلی خوب تونسته خاکش خودش رو پس بگیره. بابا بنازم. ولی به نظر من وقتش رسیده که ما هم ازشون یک مقدار ساپورت کنیم. من حسن ارفع رو میفرستم به این مرز و بعد اینکه نیروهامون برسن اونجا، من یه دونه میام از این بخش به این یمن اعلان حمله میکنم و از اون بر به این یکی یمن هم میلیتری اکسس میدم تا در صورت لزوم بتونه استفاده کنه. شوخی نداریم داداش، اینجا باید نابود بشه. یا حالا خود این یمنه میتونه نابودش کنه، یا منم میام با هم نابود میکنیم. ولی چون نیروی اسرائیل اینجاست، هر طوری که هست اینجا باید نابود شه، اینجا باید برگرده دست یمن اصلی. از این ورم که دیگه رفتیم رسیدیم بغل گوش اسرائیل و وح 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 وح. ببینم چی کار میخوام بکنن دیگه. نیروهای ما از اینا خیلی بیشترن ها بچه شما، اگه اینجا رو با دقت ببینید اینا دوتان، ما 5-6 تاییم اینجا. اراده کنیم اورشلیم رو ایزی میگیریم. ولی خب فعلا باید مشکل یمن رو حل کنیم و از اون بعد از بخش کانسترکشن سازه ها رو من یک چک بکنم که هولی اعتراضات توی این نواحی یکم بالاست، اونم در نبود سیکرت پلیس متاسفانه. من گزینه سیکرت پلیس رو به عنوان دیفالت برای همه جا میذارم، ولی بهتر بود یک واحد خاص پلیس داشتیم که توی این موارد استفاده می کردیم. ولی در هر صورت بچه ها، اعتراضات کویت 14%، اعتراضات اردن 19%، که این آزاردهنده خواهد بود. ولی از این بابت ها اصلا نگران نباشید، چون دیر و زود حل میشه و این هم از لندفورت هامون. بچه باورتون میشه؟ الان در مرز شمالمون لندفورت مکس داریم دیگه. از شوروی اصلا تو خیالش هم نمیتونه دیگه به ایران حمله کنه. ما اگر بخوایم دفاع کنیم، با وجود این لندفورت ها تا ابد میتونیم دفاع کنیم. از این بابت خیالمون راحته. و از اون ورم بچه ریسرچ هامون تموم شد که من میرم سراغ ریسرچ های مربوط به
کروز رو اینجور غذایی ها تا یک مقدار نیروی دریاییمون رو بتونیم رو بیاریم، چون اوضاع نیروی دریاییمون چندان جالب نیست و چند تا هم داکیارد میزنیم. چی شد؟ چیز خاصی نبود، ولی میگفتم چند تا هم از اینا میزنیم تا یکم تولیدات کشتیمامون رو بتونیم ببریم بالاتر. و فرای اون بچه ها ما باید ریلوی کویت رو به ایران کانکت کنیم، که اول کانکتش میکنیم به بصره و بصره هم که اتوماتیکلی به خوزستان کانکته، پس از این بابت مشکلی نیست. و مترو اردن هم بچه ها بای دیفالت به عراق کانکت بود دیگه، نیاز نداریم خودمون دستی کانکتش بکنیم و اوضاع خیلی خوبه، اوضاع واقعا خوبه بچه. ریلوی یمن رو هم بچه رو من کانکت میکنم به کشور خودمون، اونا ریلویشون رو تا اینجا آورده بودن و من رو کانکتش کردم به مکه تا کانکشن داشته باشه با جاهای دیگه کشور. اینطور که بوش میاد ما باید با این یکی یمنه وارد جنگ بشیم، آقا جان اینطوری نمیشه. ولی بچه حمایتی که ما از این یمن داریم میکنیم واقعا باید در تاریخ ثبت بشه، واقعا باید در تاریخ ثبت بشه. نمیدونم چرا ما باید از یک همچین کشوری انقدر حمایت کنیم. واقعا این موضوع برام عجیبه، چون اصلا ما قصدمون این بود که اینجا رو بگیریم، ولی در هر صورت اهمیتی هم نداره، حمایت هم میکنیم، تولیداتمون رو هم یکم بالاتر میبریم. چی شده کارخونه نظامی چون انقدر به ما داده پشمام؟ اوکی اردنشون گرفتیم، کارخونه نظامی های اونا رو هم داده به ما و الان میتونیم تولیدات رو به نسبت بیشتری داشته باشیم که این خیلی خوبه. ولی در هر صورت بچه از اینجای ویدیو به بعد بحث فرق خواهد کرد. ما کم کم بچه داریم به مرحله‌ای میرسیم که باید وارد بازی‌های سیاسی بشیم و باید انقلاب سفید رو انجام بدیم، ولی مطمئنن انقلاب سفید اینها رو بند خواهد کرد. اصلا یعنی اگر بند نکنه بازی یعنی ایراد داره. طور اصولی در انقلاب سفید شاه میاد احزاب رو بند میکنه، که خب اگر احزاب بند بشن دیگه انتخابات در کشور نمیتونه اتفاق بیفته. ولی الان بچه وقت این میرسه که بودجه ارتش رو در بالاترین حد خودش بذاریم و از اون بر بودجه پلیس رو هم ببریم بالاتر. چرا؟ چون پلیس و اداره اطلاعات با همدیگن، یعنی یک جا هستن، و اگر اداره اطلاعاتمون قوی تر باشه اون زمانه که میتونیم اعتراضات رو هم بهتر کنترل بکنیم. و کویت که رسیده به 9%، اردن هم رسیده به 10%، که خوبه، به نسبت میشه گفت اوضاع خوبه. ولی الان وقت این میرسه که بچه تولید کروزر و کنووی رو کنسل بکنیم و با تمام قوا بریم سراغ یه سری کشتی های جدیدتر و بهتر، که این یه مورد خیلی جذاب میاد به نظرم. ولی خب فعلا نمیتونیم بسازیمش، فعلا میریم سراغ این یه مورد و با تمام ظرفیت میزنیم ساخته بشه. خیلی از چیز میزامون هم باید آپدیت بکنیم که حالا من فعلا سمتشون نمیرم، ولی ATMG رو بچه من میخوام، پیداش نمی کنم متاسفانه. ما الان نیاز داریم ATMGمون رو یک مقدار اپگرید تر بکنیم، یک مقدار روزاش رو بهتر بکنیم، که من پیداش نمی کنم متاسفانه. اگر پیداش کنم خیلی خوب میشه، که به چشمم نمی خوره اصلا. و زمان جنگمونم با این یمنه از راه رسید. آقا یه لحظه وایستید من اینو بزنم اینجا این موضوع تموم بشه بره پی کارش. البته احتمال داره ما رو وارد جنگ بکنه با اسرائیل، ولی خب اهمیتی من نمیدم، واقعا هیچ اهمیتی من به این موضوع رسما نمیدم. و نیروها برن جلو، فوکسمون هم که انجام شد بریم سراغ فوکس بعدی. ولی میگفتم الان باید نیروهای منطقه رو بگیرن دیگه، برید اینجا رو بگیرید. فقط این یمن اسکل چرا جنگش رو شروع نمی کنه؟ ما به خاطر اینا وارد جنگ شدیم و اینا جنگ رو شروع نمی کنن، که الان میخواد با همون پیمان صلح ببنده، که اوکی من با تو میام پیمان صلح امضا میکنم، ولی تو چرا نمیای اینجا فشار بیاری به اینا؟ اینا رفتن بالای کوه و گرفتن و خب برتری دارن دیگه به نسبت ما، گرفتن این منطقه برای ما سخت تره. ولی اینا از این ور میتونن بیان و فشار خوبی وارد کنن، ولی این کارو نمیکنن، که این یه مورد واقعا آزاردهنده است. و با این حساب من میام استراتژی جنگی اینجا رو کنسل میکنم، دو واحد نیرو دیگه هم اعزام میکنم اینجا، از اینجا میریم تو و وقتی که این منطقه رو گرفتیم نیروهایی که این ور داریم رو هم میفرستیم سراغ این منطقه. ولی در حال حاضر تنها هدف ما
گرفتن اون یه چوس جاس و جنگ ویتنام هم شروع شد بچه ها. هولی، ولی این بیشرف ها خیلی بر جور دارن مقاومت میکنن بچه. این خیلی موضوع بدیه، این واقعا موضوع بدیه و متاسفانه نیروهای ما هم ماشینی هستن بچه. یکم مناسب نیستن نیروهامون برای این جنگ، ولی خب در هر صورت ما باید این جنگ رو ببریم. یکی از مشکلات اساسی که ما الان توی این منطقه داریم نبود سوپلی هاپه. همونطور که میبینید کمبود منابع وحشتناکی اینجا داریم. البته بچه ما ریلوی های یمن رو به خودمون کانکت کردیم، ولی انگار تأثیر چندانی موضوع نداشت. در هر صورت فوکسمون هم انجام شد. بدون معطلی میریم سراغ فوکس بعدی که یکی انجامشون میدیم. بعد تموم شدن اون فوکس ها میریم سراغ انقلاب سفید، یعنی فلواقع انقلاب سفید رو توی همین پارت انجام میدیم بچه. ولی الان چیزی که خیلی رفته رو مخ من اینه که ما اگر نتونیم این جنگ رو ببریم واقعا دیگه باید بریم بمیریم. ولی بچه از شانس خوب ما جنگمون باگ شد. همونطور که میبینید جنگ یمن باگ شده. نیروها دارن پرپر میزنن و من نمیدانم در این شرایط چه کاری منطقی است انجام بدیم. کلا هر نیروی رو میفرستیم جلو اونطوری باگ میخوره. نمیدونم دیگه چیکارش میشه کرد، واقعا نمیدانم. و ای کاش باگ نمیشد. حالا من با تمام قوا نیروها رو اعزام میکنم جلو. برید آقا، برید بزنید، برید هر طوری میخواید بزنید. ولی خب این که باگ شده کارمون رو خیلی داره سخت‌تر میکنه. فوکسمون هم بچه ها انجام شد، ولی به نظر من وقت اینه که بریم سراغ فوکس انقلاب سفید. چرا که نه، فوکس انقلاب سفید رو انجام بدیم تا ببینیم چه اتفاقی میتونه برای ما بیفته. و از همین الان هم بچه من میام والفای پالیسیمون رو بالاتر میبرم، آموزش رو بالاتر میبرم، پلیس رو که بالا بردیم، هلث کیر رو بالاتر میبرم، پابلیک سرویس پالیسیمون هم که بای دیفالت بالا بود، و از بخش سوشال پالیسی هم یک مقدار به افرادی که با دست کار میکنن، یعنی کارگرانی که با دست کار میکنن میاییم اوضاعشون رو بهتر میکنیم. این مورد خیلی خوبه. حقوق زنان رو هم یک مقدار بالاتر میبریم، به مدیا دست نمیزنیم. به این مورد هم به نظر من نیاز نیست که دست بزنیم. آره، دست نمیزنیم. و اینها اصلاحاتی بود که به طور کلی ما نیاز داشتیم انجام بدیم. ولی بچه ها اصلا خورد کن ترین چیز این پارت باگ شدن این جنگ بود که من اصلا انتظارش رو نداشتم و نمیدونم هم چه اتفاق قرار بیفته سر این موضوع. ولی خب در هر صورت باید منتظر بمونیم ببینیم چی میشه، چون اصلا منطقی نیست دیگه. میدونید خارج از منطقه. 4 واحد اینجا اینا نیرو دارن، 27 واحد نیرو من سرازیر کردم، و از اون ور اینا که باگ شدن فقط دارن میدوئن. یا از اون ور بچه من با این یمنه روابطم ببینید در چه حده. میبینید انقدر روابطم باش بالاست و حتی نمیتونم شمار نیروهاش رو ببینم. خیلی عجیبه ها، خیلی جالب و عجیبه، واقعا موضوع جالبیه. ولی خب نمیدونم که این مشکل حل میشه و این جنگ به پایان میرسه. ولی بچه تا اینجای کار همه چیز به خوبی جلو رفته و توی سال 1965 هستیم. همه چیز خوبه، همه چیز سر جاشه و همه چیز اوکیه. و توی پارت های بعدی هم بچه قراره که کلی اتفاقای خفن بیفته و معلوم هم نیست چه اتفاقی بیفته دیگه. ممکنه بریم مثلا بالا سر اسرائیل و اتحاد عرب، ممکنه توی پارت بعدی کل این مناطق رو بگیریم، ولی خب فکر نکنم به این سمت حرکت کنیم. حالا ببینیم توی پارت بعدی چی میشه. فعلا که اینجا توی یک منجلاب باگ گیر کردیم، ولی انقلاب سفید هم بچه رو انجام شد و فوکس بعدی هم بچه رو مربوطه به 15 خرداد، که اینها دیگه میمونه برای پارت های بعدی. پس همین الان ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها هم نظراتتون رو بنویسید، بگید که دوست دارید چه کاری انجام بدیم پارت های دیگه. و تا ویدیوهای بعدی بچه ها، سی یو.